با تراب سالس هستم در رابطه با شیوه تولید آسیایی، مطلبی که راجبش خیلی وقت پیشها نوشته مطلب نوشته به سوال اولم اینه که چرا شیوه تولید آسیایی امروز مطرحه؟ چرا این بحث دوباره مطرح شده؟ خب به اعتقاد من در نخستین درجه اهمیت شناخت جامعه ایرانه، به این معنا که خب امروز هممون میگیم جامعه ایران سرمایه‌داری شده، حالا کی شده، از چه سالی شده، تا چه اندازه شده، حالا جای بحث زیاد داره، ولی به هر حال اغلب مفسرین قبول دارن که ایران دیگه ایران 100 سال پیش نیست، سرمایه‌داری شد، حداقل مناسبات سرمایه‌داری به شکل مناسبات غالب در آمدن. ولی خب گذشتش که سرمایه‌داری نبوده، گذشتش یه چیز دیگه ای بوده. این که از چه گذشته ای تبدیل شده به این سرمایه‌داری فعلی، خب خیلی تأثیر داره در شکل سرمایه‌داری فعلی. به نظر من شکل ویژه سرمایه‌داری ایران شاید بشه گفت دو عامل تعیین کننده شن. یکی مداخلات امپریالیستی در ایران در طول این 200 سال گذشته و یکی گذشته خود ایران. بنابراین اگه ما گذشته خود ایران رو ندونیم، خیلی از خصوصیات سرمایه‌داری امروز رو هم نخواهیم فهمید، ویژگی‌های این سرمایه‌داری رو نخواهیم فهمید. بحث رایج در میون کسانی که به این چیزها فکر کردن و به اصطلاح از دیدگاه مارکسیستی سعی کردن نظر بدن راجع به وجوه تولید ما قبل سرمایه‌داری در ایران، اینی که خب ایران دوران فئودالی رو به سر می‌برد و از فئودالیسم به طرف سرمایه‌داری اومدیم. بعضی که معتقدن هنوزم حتی سرمایه‌داری نشده، هنوزم در همون دوران فئودالیسم به سر می‌بریم، یا به عبارتی به اصطلاح نیمه فئودالی. ما این اصطلاح رایج نیمه فئودالی نیمه مستعمره اغلبمون یادمونه. به اعتقاد من اگر دقت کنیم به اصطلاح تاریخ اقتصادی ایران، اصولا ما وجه تولید فئودالی هیچ وقت نداشتیم. ایران در واقع از وجه تولید آسیایی دوران گذار به سرمایه‌داری را آغاز کرد و این از نظر فهمیدن شکل خواستهای ما قبل سرمایه‌داری در ایران، به اصطلاح چیزهایی که در جوامع اروپایی ما اسمش رو می‌ذاریم خواستهای دموکراتیک، خواستهای ضد فئودالی. خواستهای ضد فئودالی ما در ایران در واقع خواستهای ضد استبداد آسیایی است، نه خواستهای ضد فئودالی. و از لحاظ بنابراین یک از نظر فهمیدن حتی تکالیف انقلابی که در مقابل جامعه ایران قرار داشته در طول این 2300 سال گذشته حائز اهمیت خاصیه، فهمیدنی که این وجه تولید چی بود که میخواد تبدیل بشه به سرمایه داری. بنابراین به نظر من برای شناخت سرمایه داری فعلی ایران، برای شناخت حتی سری از خصوصیات سرمایه داری جاری ایران، سرمایه داری که میشه اسمش رو در فقدان واژه بهتر سرمایه داری آخوندی اسمش رو گذاشت، این سرمایه‌داری آخوندی در این سری مناسبات کهن جامعه ایران ریشه داره، یعنی همینجوری از هوا یک دفعه نیفتاده. اگر ما گذشته و تاریخچه این وجه تولید رو ندونیم، دقیقا این برامون خیلی حالت تصادفی پیدا میکنه، تو گویی تو تاریخ یک دفعه یک اتفاق بسیار تصادفی افتاد و یه همچین شکل ویژه ایجاد شد. اینطوری نیست به نظر من. اگه نگاه کنیم به گذشته ایران، میبینیم یه سری دلایلی برای همچین پدیده‌ای در حتی گذشته خود ایران وجود داره. بنابراین به نظر من از نظر شناخت جامعه ایران، یکی از پدیده‌های بسیار مهم، یکی از تئوری‌های بسیار مهمه و حزب توده البته ایرادات زیادی بهش میشه گرفت. کم نبوده بلاهایی که حزب توده سر جنبش مترقی در ایران آورده و شاید یکی از بزرگترین بلاهایی که سر ایران شناسی آورده همین به اصطلاح ماجرای رد کردن و مردود نشون دادن تئوری وجه تولید آسیایی است
که سالهای سال در ایران به حال تو دوره‌ای که حزب توده جامعه روشنفکری ایران رو تحت تأثیر خودش داشته، باعث شده که کمتر کسی دنبال تحقیق سر این مسئله بره و به همین خاطر ما ایران شناسیمون یه لطمه بزرگی دیده در دوران 200-300 سال اخیر، به خاطری که به محضی که ما وارد این فاز روشنگری و فاز به اصطلاح روشنفکری شدیم در جامعه ایران، کسی دنبال این پدیده آنچنان نرفت. در دوره شاه البته یه عده‌ای سعی کردن به این پدیده بپردازن، ولی اونم بیشتر از زاویه رد این قضیه بود که ما در ایران برده‌داری داشتیم تا از زاویه روشن کردن تاریخ ایران، بیشتر در واقع در واکنش به مثلا پتروشفسکی یا ایران شناسان روسی که اعتقاد داشتن ایران هم مثل همه جوامع دیگه اروپایی از فاز برده‌داری گذشته، ناسیونالیزم به اصطلاح آریایی ایرانی در واقع در رد این که ما از دوره برده‌داری گذشتیم بیشتر دقت کرد به وجه تولید آسیایی، نه آنچنان برای شکافتن مثلا میگم ریشه های استبداد آسیایی. به استبداد آسیایی زیاد پرداخته نشد، ولی به این که ما مالکیت برده‌داری در تولید نداشتیم خیلی کتاب ها نوشته شد راجبش. برای در نویسندگان غیر چپی هم چندان توجهی بهش نشد. البته تو دوره اخیر بعضی از به اصطلاح کسانی که علاقه دارن به این مسائل سر این پدیده نوشته هایی منتشر کردن و کارهایی شده، ولی هنوزم به نظر من خیلی کم در این رابطه کار شده. خود من این تخصص رشته‌ای من نیست، کار من نیست این کار، ولی اون کسانی که کارشون این کاره فقط این کار رو نکردن. و شاید اگه یکی از درس‌های مهمی که ما از انقلاب و شکست انقلاب بگیریم این بود که ما زیاد جامعه بورژوای ایران رو نمیشناختیم، ما زیاد دستگاه روحانیت شیعه رو نمیشناختیم. حالا در یه خطوط کلی چرا میدونستیم کیان کجا ند به چه طرفی میرن، ولی به عنوان نهادهای اجتماعی که در ایران سابقه دراز دارن آنچنان که باید و شاید آشنا نبودیم با این. به نظرم یکی از دلایلش همین فقدان یک ایران شناسی درسته که در قبل از اینکه ما وارد این فاز بحران انقلابی بشیم در ایران حاکم بوده، چه به روشنفکران چپ چه به روشنفکران راست. پس اگه بخوام خلاصه کنم، از نظر فهمیدن یکی از دو عاملی که در صورتبندی اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران حاکمه، گذشته ایران، این تئوری مهمه. من خودم البته بر اساس مطالعات، نمیگم مطالعات کاملی چون گفتم این رشته من نیست، ولی بر اساس مطالعاتی خودم دارم 100% متقاعد بودم از سالها پیش که در واقع ایران یکی از مصداق‌های تئوری مارکس در رابطه با وجه تولید آسیایی در واقع ایرانه و ایران یکی از پدیده‌هایی است که برای فهم این تئوری خیلی اتفاقاً جالبه و مهمه که شناخته بشه. بنابراین به نظر من مهمه که دوباره به خصوص تو این دوره‌ای که یه مقدار چپ بین‌المللی فهمیده پشت این مارکسیزم روسی که شاید 90% مارکسیزم دنیا رو تحت تأثیر خودش حتی تا به امروز گذاشته، در دورانی که دوران برش از این مارکسیزم روسی رسیده، به نظر من این یکی از تئوری‌هایی است که به خصوص برای ما ایرانی‌ها خیلی اهمیت ویژه‌ای داره. و از این نظری که فکر می‌کنم باز شدن بحث سر بچه تولید آسیایی خیلی می‌تونه مفید واقع بشه، به خصوص در رابطه با فهمیدن دقیقاً شرایط فعلی در ایران، سرمایه‌داری فعلی در ایران و ویژگی‌های این سرمایه‌داری در ایران. این بحث در میان مارکسیست ها همونطور که میدونید بحث های گوناگونی راجبش هست، مخالفش هست، موافقش هست. ریشه های مارکسیستی این رو میخوام باز کنی با مخصوصا از این جهت که
من شنیدم در بحث‌های دیگه از طرف حتی برخی انگلیسی‌ها از خودت نقل قول میارن، من حتما دیدی که نوشته‌های اولیت راجع به این قضیه رو ازش نقل قول میارم، تیکتین این کار رو میکنه، کسای دیگه این کار رو میکنن. میخوام ریشه های مارکسیستی این بحث رو باز کنی. خب مارکس همونطور که میدونین در دوره‌ای که از به اصطلاح به قول خودش با گذشته ایدئولوژیک خودش تسویه حساب کرد و به طرف کمونیسم علمی یا سوسیالیسم علمی آمد، دوره قبل از نوشتن مانیفست کمونیسم بین 44 مثلا تا 48، تو این دوره به این نتیجه رسید که برخلاف هگل که تکامل جوامع بشری رو وابسته به به اصطلاح مراحل تغییر و تحولات روح مطلق در طبیعت از طریق انسان و رسیدن به خودآگاهی از طریق انسان میدونست، اون ادوار تاریخی رو به ادوار وجه تولیدی تقسیم کرد. ادوار مهم تاریخی رو گفت در واقع وجوه تولید متفاوت بوده و موقعی که در ایدئولوژی آلمانی از اینها نام میبره معلومه از خود مطالعاتی که کرده در رابطه با ایدئولوژی آلمانی و معلومه از خود نوشتش و معلومه از مکاتباتی که کرده بعد در رابطه با این مسئله که عمده تحقیقاتش محدود به اروپا، یعنی جز در واقع اروپا، اونم نه اروپای خیلی باستان، اروپای در واقع از زمان رومی ها، اروپای در واقع از نه از دوران شهر دولت های خیلی باستانی بلکه از اواخر دوره یونان و اوائل دوره روم امپراتوری. تحقیقات مارکس به هر حال از نظر تاریخی محدود به این دوره و بر اساس این تحقیقات میگه خب بله سه دوره تاریخی متفاوت رو در اروپا میشه تشخیص داد که اسمشون رو میذاره دوران کهن، وجه تولید باستانی یا بعضی جاها تحت نام وجه تولید بردهداری، نظام بردهداری، وجه تولید فئودالی و وجه تولید سرمایه‌داری فعلی. این به طور کلی چارچوبی بود که مارکس مطابقش به دنیا نگاه میکرد از 1846 تا مثلا سال 52-53 که مجبور میشه یه سری مقالاتی بنویسه راجع به هندوستان، برای هرالد تریبون دعوت میشه که راجع به مداخلات انگلیس و تأثیر تجارت انگلیس بر روی جامعه هندوستان یه سری مقالات بنویسه برای هرالد تریبون. خود مارکس بخونین شما این مقالاتی که نوشته راجع به هندوستان، مقاله اولیش تا مقاله آخریش با هم خیلی متفاوتن. در مقاله اولی به یه شکلی توقع مارکس اینه که این رفتن مناسبات سرمایه‌داری به هندوستان در واقع باعث میشه که هندوستان هم ها رو وارد همین تغییر و تحولات بشه و مارکس میگه هندوستان در واقع آینده خودش رو داره میبینه در چیزی که الان ما در انگلستان داریم. یعنی به یه شکلی مارکس بر این اعتقاد بود که مناسبات کالایی باعث از بین رفتن مناسبات کهن اقتصادی در جامعه هندوستان خواهند شد و راه باز خواهد شد برای رشد سرمایه داری. ولی به تدریج که تحقیقات بیشتری میکنه به این نتیجه میرسه که نه، هندوستان یه جامعه هندوستان یه مقاومت خیلی عجیبی داره در رابطه با مناسبات کالایی. مناسبات کالایی به این سادگی که اون فکر میکرد این مناسبات کهن رو دارن در هم نمیشکنن، بلکه خیلی از این مناسبات کهن بازتولید میشن، خودشون حتی بازتولید میکنن بر اساس این روابط سرمایه داری. اینجاست که خود اون و با مکاتباتشون با انگلز میبینین علاقمند میشن به این مسئله ویژگی آسیا. و ویژگی آسیا هم البته یه پدیده‌ای نیست که فقط به فکر مارکس و انگلز بعد از این مقاله افتاد، یه پدیده‌ای بود که در اروپا نقدان بحثش زیاد شده بود، یعنی حتی قبل از مارکس در چارچوب سیاست‌های بورژوایی متفکرین بورژوایی قبلا چه انگلیسی چه به خصوص فرانسوی‌ها خیلی زودتر
مثلا به این فکر افته بودم، مثلا مونتسکیو از کسانی است که واژه استبداد آسیایی در واقع اولین، تا جایی که من میدونم اولین باری که در به اصطلاح متون مدرن استفاده شده مال مونتسکیو است، که مونتسکیو تو همونجا اصلا میگه این آسیایی اصلا فرق دارن. البته اینو در نظر بگیریم که این گفتار در چارچوب ایدئولوژی بورژوایی اون موقعی است که داره شکل میگیره، که در واقع میگن ما بسا وارثین دموکراسی یونان قدیمیم و بقیه دنیا وحشی و مستبد بودن، بنابراین این ایدئولوژی که داشتن میساختن قرون بسا 17 و 18 و 19 ایدئولوژی جدید بورژوایی که از بسا الزاماتش این افسانه‌های راجع به دموکراسی یونان و استبداد آسیایی. درنچه واژه استبداد آسیایی در رابطه با متفکرین بورژوایی بیشتر از این زاویه استفاده میشد تا از زاویه تحلیل و از زاویه دقیقا فهمیدن این تفاوت‌های بین وجوه اقتصادی در آسیا و اروپا. بنابراین مارکس هم زیاد طرف این مقوله نرفته بود، ولی در رابطه با تحقیقاتی که خودش کرده بود سر تغییر و تحول در شکل مالکیت در دوران‌های مختلف تاریخی، البته مسئله وجه تولید آسیایی براش خیلی پدیده مهم می‌شد. میگم بر اساس این مشکل هندوستان. اونجا هم اولین چیزی که بهش خیلی توجه کرد این روستاهای خودکفای در هندوستان بود. روستاهایی که در واقع درشون تقسیم کار بین صنعت و کشاورزی صورت نگرفته، اون روستا در واقع خودش هم کارهای صنعتی و دستی و پیشه‌ایشو میکنه، هم کارهای کشاورزیشو میکنه. مثل اروپا نیست که صنعتگر و پیشه‌ور به تدریج از روستا کنده شدن رفتن در شهرها. در خود همین روستا در واقع هم صنعت هم کشاورزی هم تجارت در خود این واحد روستایی وجود داره. اگر هم تجارتی باشه اون مازادی اگر باشه خب بله یه مبادله‌ای هم صورت میگیره، و الا هیچ مبادله‌ای بر اساس تقسیم اجتماعی کار بین صنعت و کشاورزی صورت نمیگیره. این پدیده واحدهای روستایی خودکفا به تدریج مارکس به این نتیجه می‌رسونه که ریشه این در فقدان مالکیت خصوصی در هندوستان و وجه تولید آسیایی، اگر بخوایم یه تعریف مثلا یه جمله ای ازش بدیم، تفاوتش با فئودالیسم دقیقا در همینه که مالکیت خصوصی در زمین، اینجا زمینم منظورمون زمین خصوصی خونه یه کسی رو نمیدونم یه باغچه کوچولو بغل خونه کسی نیست، زمین به معنی زمین برای تولید، اراضی بزرگ مثلا تولید کشاورز، مالکیت خصوصی برای این اراضی شکل نگرفته در این جوام. و دنبال این که میرن تحقیق میکنن و به اصطلاح به نوشته های اون موقع به اصطلاح در رابطه با آسیا، چین و هندوستان و ایران که رجوع میکنن، البته دلایلی هم برای این پیدا میکنن. دلایلی هم که میارن اینه که شکل گیری به اصطلاح دولت در این جوامع خیلی متفاوته با شکل گیری دولت در اروپا، و حالا خلاصه سرتون درد نیارم، میره دنبال این تئوری که وجه تولید این کشور کاملا متفاوته با وجه تولید فئودالی و متفاوته با وجه تولید باستانی یا نظام برده‌داری، و اسم اینو میذارن وجه تولید آسیایی. و توی نوشته های بعدیشون میبینی که همیشه دیگه از این به بعد به این وجه تولید اشاره میکنن. مثلا موقعی که نقد اقتصاد سیاسی در میاد 56 در مقدمش دقیقا میگن ادوار بزرگ پیشرفت اقتصادی بشری وجه تولید آسیایی، وجه تولید باستانی، وجه تولید فئودالی و وجه تولید سرمایه داریست. بنابراین وجه تولید آسیایی رو از این به بعد توی این دستبندی ادوار تاریخی اضافه میکنن. و خودشون اون موقع معتقد بودن که شمال آفریقا، مصر یعنی عمدتا،
چین، ایران و هندوستان مثلا نمونه های خیلی بارز این وجه تولید هستن. و میدونیم حتی مارکس و انگلس میخواستن فارسی یاد بگیرن که بتونن مطالعات بیشتری بکنن راجع به این وجه تولید. این بررسی ها در رابطه با وجه تولید آسیایی موقع که مارکس شروع که کار اصلیش روی کپیتال رو شروع کردن یه تغییر دیگه‌ای به خودش میبینه. اون تغییر هم اینه که مارکس موقعی که به خصوص تئوری های ارزش اضافه رو روش کار میکرد که انعکاس این کارا رو برون ریسه قشنگ میشه دید، دقیقا این مثلا نکاتی رو که مارکس میخواست روش کار کنه رو آدم تو برون ریسه قشنگ میتونه پیدا کنه، به این نتیجه میرسه که اصلا شکل فئودالی یه شکل غالبی نبوده. شکل فئودالی مالکیت بر زمین حتی تو خود اروپا هم شکل غالبی نبوده. در واقع مارکس هرچه بیشتر به این نتیجه میرسه که وجه تولید فئودالی خودش صرفاً برایند حمله اقوام جرمن به امپراتوری روم، این حالت ملوک الطوایفی که بعد از شکست امپراتوری روم و هجوم قوم‌های جرمن رخ میده، این اون چیزیست که باعث فئودالیسم شدن میشه. و در واقع اشکال دیگه ای از مالکیت هم همون موقع تو اروپا وجود داشته. این مثلا به دو شکل جرمانیک و اسلاویک خیلی تاکید میذاره در کنار شکل فئودالی مالکیت بر زمین. و تو این تحقیقاتی که بنابراین سر اشکال مالکیت بر زمین میکرده، از این زاویه که کدوم یک از این اشکال راه رو برای سرمایه‌داری بهتر فراهم میکنه، کدوم یکی از این اشکال متناسبترن با رشد مناسبات کالایی، با تولید برای مبادله، کدوم یکی از اینا کمک میکنن به رشد در واقع این نوع مناسبات کالایی. از این زاویه شروع میکنه خیلی تحقیق کردن سر این مناسبات تولیدی پیشا سرمایه داری، شکل مالکیت پیشا سرمایه داری. و تو اینجا در واقع به نتایج جدیدتری میرسه، به این معنا که تأکید میذاره روی این که برخلاف دوره اول که فکر میکرد بچه تولید آسیایی یه چیزه، بچه تولید باستانی یه چیزه، بچه تولید فئودالی یه چیزه، در واقع به همه اینا میگه اقتصاد طبیعی. اینا همه میشن اشکالی از اقتصاد طبیعی، اشکالی از اقتصاد طبیعی که در واقع تولید برای رفع نیازه، تولید برای مبادله نیست، تولید برای مثلا بازار نیست، نه اینکه با اکسچنج مبادله وجود نداره، ولی تولید عمده برای بازار نیست. اینا رو اسم همه‌شون میذاره اقتصاد طبیعی. و در چارچوب این اقتصادهای طبیعی اتفاقا میگه شکل آسیای مالکیت اولین شکل مالکیت همه جاست، یعنی این شکل مالکیت جمعی که در واقع ریشه بعد پیدایش دولت‌های آسیاییه، بعد حالا میرم تو این قضیه، در واقع اونجا تأکید میذاره که این نه تنها یکی از اشکاله، بلکه یه شکل غالب اولیه است. بقیه تازه از دل این میان، بقیه اشکال مالکیت مشتقاتن از این. در نتیجه اینجا نه تنها به این نتیجه میرسه که بچه تولید آسیایی پدیده استثنایی نیست، بلکه از لحاظ شکل ویژه مالکیت شاید مقدم به همه انواع دیگه اشکال مالکیت. و بنابراین نه تنها تئوری بچه تولید آسیایی رو کنار نمیذاره، بلکه خیلی دقیقتر این تو بازش میکنه. صفحات زیادی هست در گروندریسه که مارکس پرداخته به سلام مختصات این بچه تولید آسیایی، دقیقا از زاویه این که این مناسبات چه کمکی به رشد مناسبات کالایی میکنن یا نمیکنن. و مارکس بر این اساس به اصطلاح میشه گفت کم و بیش تئوری وجه تولید آسیایی شد در مقایسه با 52-53 بحثایی که سر هندوستان کرده بود کاملا دیگه وارد این دوره‌بندی های تاریخیش میکنه و به یه شکل خیلی سیستماتیک تر این دفعه. و در کپیتال و در نوشته‌های بعدیش هم همیشه از این یاد میکنه. انگلز هم تا
آنتی دورینگ هنوز این رو استفاده میکرد. در کتاب خانواده، منشأ خانواده، دولت و کتاب، اون کتابی که به هر حال در رابطه با این مسئله نوشته نشده بود، کتابی در رابطه چیز دیگه نوشته شده بود، به هر حال در این کتاب انگلس اشارهی به وجه تولید آسیایی نمی کنه. و خلاصه وجه تولید آسیایی در بین الملل دوم عملا حذف میشه از به اصطلاح بحثا. و خب خیلی هم طبیعه به این معنی که اروپایی هم زیاد میگه، چون مسئله عمده‌ای براشون نبود که حالا بخوان راجع به وجه تولید آسیایی زیاد فکر کنن. این مسئله صرفا دوباره باز میشه در رابطه با انقلاب روسیه، چون مارکسیستای روسی خیلیشون به این نتیجه میرسن که خیلی از خصوصیات دولت تزار شبیه اون چیزاییست که مارکس در رابطه با وجه تولید آسیایی میگفت. با اینکه هیچ کدوم تا اونجا که من میدونم هیچ کدوم از مثلا مارکسیستای اون موقع به این نتیجه نمیرسن که روسیه وجه تولید آسیاییست، ولی میگن خصوصیات آسیایی رو داره. شکل دولت تزاری، این روستاهای خودکفا به خصوص در روسیه آسیایی، به هر حال یک سری ویژگی‌های جامعه روسیه داره که فئودالیسمش رو یه مقدار متفاوت میکنه با فئودالیسم اروپایی. همه قبول داشتن جامعه فئودالی، ولی فئودالیسم نیست با خصوصیات آسیایی. تروسکی، لنین، اینا خیلی تو نوشته‌هاشون راجع به این مسئله زیاد بحث کردن. پلخانوف یکی از کسایی بود که اینو رد کرد، گفت نه خیر، از همچین چیزی نیست و هیچ شباهت و خصوصیت بچه تولید آسیایی هم ما نداریم، جامعه روسیه جامعه فئودال. ولی انگلز و لنین مثلا از بین مارکسیستای اون موقع، سوسیال دموکراتای اون موقع، خیلی از این واژه استفاده کردن، به خصوص تروسکی. تروسکی اصلا یکی از جنبه های تئوری انقلاب مداومش که 1906 به اصطلاح منتشر میکنه، 1904 5 تا 6 یه مقدار مطالعات همین بچه تولید آسیایی و ویژگی های به اصطلاح دولت تزاری در روسیه است. و معلومه توی مثلا کتابی که راجع به 1905 نوشته شما مطالعه کنید، میبینید یکی از به اصطلاح نکات خیلی مهمی که روی این نوشته اثر گذاشته مطالعات تروسکی در رابطه با بخش تولید آسیایی. و کلی از این ویژگی های دولت تزاری که انگشت روش میذاره در واقع از این تئوری میاد. بنابراین بحث سر وچه تولید آسیایی میشه گفت تا اندازه احیا میشه مجددن توسط در واقع جناح چپ سوسیال دموکراسی بین الملل دوم، یعنی بلشویکا. بعد از انقلاب روسی علاقه به این خیلی هم بیشتر میشه، به این معنا که تازه با انقلاب اکتبر تازه راه باز میشه برای مطالعات جدی سر چین و هندوستان و ایران، به خصوص سر چین، که چین کشوری بود در بسیار شرف انقلاب بود. خودش انقلاب 1926-28 چین، و به هر حال کشوری بود که در رابطه با وجه تولید آسیایی شاید بشه گفت یکی از بسیار کشورهای نمونه است، یعنی کشوری است که خیلی نابتر وجه تولید آسیاییش. مثلا اگه شما بخواید بگید سرمایه‌داری انگلیس مدل خوبشه، وجه تولید آسیایی هم چین مدل خوبشه. ایران زیاد مدل خوبی نیست، چون ایران دیگه رومیا آمدن گرفتن، یونانیا گرفتن، عربا گرفتن، ترکا گرفتن، مغولا گرفتن، همیشه در حال تغییر و تحول و یک جایی بوده که همیشه در حال به اصطلاح از همپاشی و دوباره از همسازی بوده. بنابراین ایران شاید نمونه زیاد ایدئالی نباشه برای توضیح وجه تولید آسیایی، هرچند که دقیقاً تو این قالب میگنجه، ولی خب چین خیلی مدل جالبتری بود. در چه خیلی طبیعی بود که مارکسیستای روسی رفتن سراغ چین برای بحث سر وجه تولید آسیا. و اتفاقا کارهای خیلی جالبی شده که خیلیش اصلا ترجمه هم نشده، این ور و اون ور توی مقالات این و اون اشاره بهشون دیده میشه، ولی ترجمه من حداقل من ندیدم، ترجمه به انگلیسی من در جایی از این مقالات ندیدم. ریازانوف مثلا بعدها خیلی
در نوشته‌های خودش اصلا یه جای مقاله داره سر وجه تولید آسیایی و اشاره بود تو جنبندی مثلا آثار مارکس رو که به عهده گرفته بود، یکی از نکاتی که خودش اصلا سرش مطلب می‌نویسه این وجه تولید آسیایی. و خلاصه وجه تولید آسیایی تو مارکسیست‌های روسی احیا میشه و بحث‌های زیادی به خصوص در رابطه با چین حتی منتشر میشه در رابطه با وجه تولید آسیایی. تو این دور است که ما میگم وارد فاز بحران انقلابی در چین میشیم و موضوعی رفیق استالین و کومینترن در اون دور. همونطور که خیلی یا شاید بدونن حزب کمونیست شوروی یعنی کومینترن زیر سلطه اون دوره استالین، داریم 25-26 صحبت میکنیم 1925-26، تز انقلاب مرحله منشویک‌ها رو احیا میکنه برای اینکه وارد فاز سوسیالیسم در یک کشور شده دولت شوروی، اعتقاد داره اگه دیگران ما رو راحت بذارن که ما همینجا سوسیالیسم رو میسازیم، بنابراین اگه ما بتونیم جلو حمله بورژوازی امپریالیستی رو بگیریم سوسیالیسم رو اینجا میسازیم. بنابراین دور خودشون میخواستن یک سری سپر بلا ایجاد کنن از وحدت با بورژواهایی که ضد امپریالیستن، حالا به هر شکل و به هر دلیلی، هر کسی که اینجا یه مخالفتی با امپریالیسم داره اگه ما بتونیم متحد کنیم حداقل این سپر بلا رو دور تا دور روسیه ما ایجاد کرد. بنابراین تز انقلاب مرحله منشویک‌ها رو از گنجه دوباره در میارن و میگن بله چین کشوریست فئودالی و وارد داره انقلابات بورژوا دموکراتیک میشه، بنابراین باید برای حل تکالیف ضد فئودالی با بورژوازی ملی وحدت کردش. این تز انقلاب مرحله‌ای نتیجه شکست انقلاب 1928 میشه که در واقع حزب کمونیست و چیانکاچه قتل عام میکنه و بازماندش که جناح ماو باشه مجبور به فرار به روستاها میشه و سالهای سال تا میدونیم 49 طول میکشه تا این حزب دوباره بتونه قد علم کنه و بیاد بیرون. یعنی انقلاب تز انقلاب مرحله ای در رابطه با شکست انقلاب چین، حالا از حوصله بحث امشب من خارجه، نمیخوام وارد اون بشم، ولی به هر حال این بحث خب توی مارکسیست‌های روسی هم راه میفته دیگه. در بین مارکسیست‌های روسی خب خیلی طبیعیه کسانی که اعتقاد داشتن وجه تولید آسیایی ما داریم و چین در واقع وجه تولید آسیاییه، اونها هم تو این بحث شرکت میکردن. اونها هم بحثش یه عده کسانی بودن که میگفتن تز انقلاب مرحله‌ای غلطه، چون تز انقلاب مرحله‌ای یعنی سازش با بورژوازی در دوران امپریالیسم، سازش با بورژوازی یعنی ضد انقلاب، بنابراین این تز ضد انقلابی. یه ده از زاویه مثل استراتژی انقلابی این سیاست رو نقد میکردن، یه ده از مارکسیست‌های روسی به خصوص مارکسیست‌های که حتی جزو اپوزیسیون چپ هم نبودن، مارکسیست‌هایی که حتی جزو به اصطلاح گرایش‌های رسمی حزب در اون موقع بودن شروع کردن انتقاد از این سیاست از این زاویه که اصلا کی گفته هندوستان فئودالیه که حالا تکالیف ضد فئودالی داشته باشه. هندوستان در واقع وجه تولید آسیاییه، الان هم داره وارد فاز سرمایه‌داری میخواد بشه. از وجه تولید آسیایی شما دیگه نباید از بردهداری و فئودالیسم هم گذر کنیم تا برسیم به سرمایه‌داری، این مستقیم داره وارد سرمایه‌داری میشه. بنابراین اصلا تکالیف ضد فئودالی انقلاب نداره که حالا شما میخواییم با بورژوازی ملی بسازیم برای اینکه تکالیف ضد فئودالی رو حل کنیم. 28 به بعد این بحث به قدری داغ میشه در داخل حزب کمونیست روسیه و استالین هم میدونین اون اساسا تئوری براش فقط ابزار توجیه سیاست روز بود، اگه امروز سیاست اینو تئوری رو عوض میکرد، کتابا رو هم تحریف میکردن، حتی اگه جایی هم کسی علیه این قبلا چیزی نوشته بود پاک میکردن که بتونن این سیاست رو توجیه کنن. تئوری اون نقش راهنمای نقش دانش و راهنمای عمل رو نداشت، تئوری ایدئولوژی بود، تئوری این مذهب بود برای توجیه سیاست روز، برای توجیه اون کار و نقشه‌ای که بوروکراسی اون روز ریخته بود. یه تئوری هم از گنجینه مارکسیسم در می آوردن و به اصطلاح اثبات می کردن.
بنابراین نگران شدن سر این مسئله. همون مدلی که همیشه این کاراشو میکردن، کنگره فرمایشی تشکیل دادن در لنینگراد و در اون کنگره رأی گرفتن که نه، اصلا ما چیزی مثل وجه تولید آسیایی نداریم. و مارکس در واقع، حالا نگفتن اینطوری ولی مارکس در واقع چون زیاد اونطور آشنا نبود و اینا، بله تفاوتهایی هست ولی در واقع نوعی از همون وچه تولید بردهداری، در واقع همون تزه به اصطلاح جناح راست اروپایی رو که بر اساس ما دموکراسی یونانی رو داریم، شماها برده های آسیایی بودین، همون تزه بردهداری رو در واقع رفع احیا کرد و گفتن نه، وچه تولید آسیایی در واقع یه شکلیست از همون جامعه بردهداری، هیچ تفاوتی نداره. و این تز رو رأی گرفتن و هر کی هم از این به بعد بگه وچه تولید آسیایی، توی کنگره دیگه هم دیدین می آوردن 3-4 تا از این رهبرها رو که به اصطلاح افشا می کردن دیگه، که اگر کسی بگوید وچه تولید آسیایی یعنی تروسکیست است و خلاصه ضد انقلاب است و با بورژوازی بین المللی می خواد خیانت کنه به انقلاب روسی، خصوصی کشوندن در حد جنایی مسئله تئوری. بنابراین تئوری وچه تولید آسیایی کنار گذاشته شد و مارکسیست هایی هم که تحت تاثیر مارکسیزم روسی این دوره قرار دارن، چه برسه خود ایران شناسان روسی مثل پتروشفسکی یا دیاکانوف، چه برسه تاریخ نگاران ایرانی مثل احسان طبری و غیره و زالک، همه همین تئوری رو گرفتن هی تکرار کردن و ترجمه کردن و پخش کردن و منتشر کردن و به اصطلاح ترویج دادن. این تئوری که وچه تولید آسیایی در واقع همون وچه تولید بردهداری است. این البته به اشکال برخورد. اونم چرا؟ چون حالا دوران کهن، یعنی دوران فرض کنیم مثلا هخامنشیان، زیاد ما اطلاعات آنچنانی دقیقی نداریم از میزان استفاده از برده در تولید. ولی تا اونجایی که شواهد نشون میده برده بوده، چون قبلش بوده. قبل از تشکیل دولت هخامنشیان در ایران بردهداری بود، بردهداری در تمام بین النهرین وجود داشت، یعنی چیز پدیده عجیبی نبود که حالا رومیا اختراع کنند. 6000 سال بود که اونجا از برده استفاده میشد، چه در مثلا کار خانگی چه در تولید معدنی یا کشاورزی، درچه برده وجود داشت. ولی این که آیا در مثلا امپراتوری ایلام برده وجود داشت، در مثلا آسوریا برده وجود داشت، در بابلون برده وجود داشت، ولی هیچ علائم و مثلا آثاری نیست که اثبات کنه در دوره هخامنشی حتی ما از برده‌داری در تولید استفاده گسترده‌ای می‌کردن. این با اینکه برده وجود خیلی ناچیز مقدار تا اونجایی که شواهد نشون، ولی خب میشه راجع به دوره هخامنشی که ما چیز زیادی نمیدونیم. بعدش هم که دوران حکومت یونانیاست و بعدش هم اشکانیان که دوره انتقالیست تا ساسانیان دیگه، از ساسانیان به اینور ما میدونیم ما برده در تولید نداریم، برده خانگی داریم ولی برده در تولید در ایران نداریم. داشتید هم خب این تز درست نیست دیگه. ایران شناسان روسی در واقع به این نتیجه رسیدن، یه ذره که بخوای تحقیق کنی این تاریخ رو نمیتونی توی این قالب بگنجونی، یعنی به هر شکلی شما فکر کنین این تاریخ توی این قالب نظام بردهداری نمیگنج، یه چیز دیگه است. هرچند میتونیم بگیم همه ملت بردن، بله اونو به یه معنی جامعه بورژوایی هم همه ملت بردن، ولی برده به معنی بردهداری، یه نفر صاحب خصوصی برده و برده در تولید استفاده بشه، این پدیده رو ما در دوره ساسانی واضح نداریم. تاریخش هم دیگه تاریخ نامعلوم نیست، تاریخیست که نوشته راجبش زیاد، تحقیق راجبش زیاد شده و کسی دیگه نمیدونه زیرش بزنه به اصطلاح به قول معروف. برای من این تز با به اصطلاح واقعیت جور در مارکس شناسای خود روسی شروع کردن سر این قضیه ایراد گرفت و این تئوری ترمیم دادن، گفتن آها درسته، نه تئوری اولی درسته
ولی حالا یه جوامعی مثل ایران وارد فئودالیسم شدن. در واقع فئودالیسم تو ایران از دوران ساسانی شروع میشه و وچه تولید آسیا هم اون چیزی هم که ما میگیم به اسم وچه تولید آسیا، اون چیزی که مارکس میگه به اسم وچه تولید آسیا، منظورشون فاز برده‌داری نیست، همین فاز فئودالیشه. چرا هم میگن فاز فئودالی شروع شده؟ چون در دوره مثلا ساسانی سیستم کاست را انداخته بودن، شبیه سیستمی که در هندوستان ما الان داریم. این رو گفتم این در واقع یعنی آغاز سیستم فئودال. بنابراین ایران وارد فاز فئودالیسم شده که خود مسخره بودن این تز خودش اینجا نشون میده که مطابق بنابر این تئوری ایران مثلا 1500 سال در حال وجه تولید فئودالی بوده، یعنی از زمان ساسانیان تا برسیم ما به دوره اخیر ایران فئودالی بوده دیگه. یعنی این چه نوع جامعه با ثبات فئودالی است که هیچ کی تا حالا کشف نکرده در هیچ جای دنیا جز در ایران یا در آسیا؟ خب خود همین پدیده نشون میده یه ویژگی داره این جامعه. اگر حتی فئودالیسمش 15 قرن طول میکشه، 10 قرن طول میکشه، خب این خیلی پدیده عجیبه. چجوری فئودالیسم با تونسته 10 قرن طول بکشه؟ چون فئودالیسم نظام خیلی نامتعادلیه، برای اینکه مناسبات کالایی از بطن پیدایشش توش وجود دارن و تولید برای مبادله، مارکس میگه در همون سوراخ‌های جامعه فئودالی از همون اول وجود داره و شروع میکنن اینا رشد کردن. بنابراین نمیتونه یه نظام پایدار هزار ساله باشه. ولی خب به هر حال این تئوری ها متاسفانه همون تئوری هایی است که ایران شناسان ایرانی خود ما هم تا جایی که کار جدی کردن، تحقیقات جدی کردن، متاسفانه از همین حدود فراتر نرفتن. به جایی که تاریخ رو بررسی کنن، قالب رو از خود تاریخ درارن، قالب رو از اول داشتن، تاریخ رو بررسی کردن، علائم اثبات این قالب رو در بیارن. و حتی بعد از مثلا سالهای بعد از جنگ دیگه گروندریسه چاپ شده بود به زبون انگلیسی که سالهای 60 مثلا نقدن تمام حتی این بخش صورتبندی های پیشا سرمایداری گروندریسه منتشر شده بود، بخشی که دقیقا راجع به وجه تولید آسیایی صحبت میکنه. و مارکسیست های حتی روسی هم کم و بیش دوره ایست که دوره خروشوفه دیگه، دوره استالین هم نیست، و مارکسیست‌های روسی خودشون دوباره یه مقدار آزادی پیدا می‌کنن، شروع کردن راجع به وجه تولید آسیایی حرف زدن. مثلا یوجین وارگا، یه کسی که تو تمام دوران استالین ممنوع القلم بود راجع به وجه تولید آسیایی، دوره خروشچف دوباره یه کتاب برمی‌داره می‌نویسه راجع به وجه تولید آسیایی. و بحث وجه تولید آسیایی حتی تو خود روسیه باز میشه، ولی مارکسیست‌های توده‌ای ما هنوز چسبیده بودن به همین قالب بندی نظام بردهداری و فئودالیسم تا برسد به دوران حاضر. بنابراین از نظر تاریخچه این بحث متاسفانه میگم آنچنان کار عمده‌ای سرش نشده، و اگر هم کاری شده سرش به خصوص در رابطه با ایران، در رابطه با چین دوره‌ای که بعد از انقلاب اکتبر کار روش زیاد شده، دوره هندوستان هم یه مقدار به اصطلاح اخیراً، یعنی تو این 30-40 سال اخیر تازه، اونم از دیدگاه به اصطلاح تحقیقات بورژوایی، تحقیقات به اصطلاح جامعه شناسی بورژوایی سر ویژگی‌های جامعه هندوستان یه ذره کار شده. متاسفانه به نظر من کار زیادی سرش نشده، تحقیقات کمی ما در دست داریم که دقیقاً بتونیم بر اساسش مشخصات این رو خیلی دقیق‌تر توضیح بدیم، ولی به اندازه کافی مطلب داریم که بتونیم ویژگی‌های چین و هندوستان و ایران رو در مقایسه با جاهای دیگه تشخیص بدیم.